در دو سه روز اخیر حرف و حدیث های مطرح بود مبنی بر اینکه گویا اعتراض ها از شدت و عدتش کم شده، ولی امروز تصاویری که از ایران میبینیم حاکی از بالا گرفتن اعتراض هاست و اجتماعاتی که در خارج از ایران میبینیم، اینطور به نظر میاد که گویا این اعتراض ها بنای ایستادن نداره. با درود به شما و درود به مردم شجاع ایران، همونطور که گفتید بعد از گذشت نزدیک به 6 هفته ما هر روز شاهد گسترش این اعتراضات و خیزش سراسری نه فقط در ایران بلکه خارج از مرزهای ایران هم بودیم و امروز خیلی جالبه که بسیاری از ایرانیان در برلین جمع شدن، شهری که یک تاریخ در خودش داره که در واقع دیواری فرو ریخت و اتحاد مردم آلمان رو شکل داد و امروز ما شاهد اتحاد بسیاری از ایرانیان در این شهر هستیم که صدای خودشون رو میخوان به جهانیان برسونن و از خیزش سراسری مردم در ایران حمایت کنن. همونجور که شما هم در اخبارتون گفتین، ما الان نزدیک به 6 هفته است که شاهد سرکوب بیوقفه جمهوری اسلامی و در رأس اون فرمانده درمانده آقای خامنه ای هستیم که حتی کودکان رو میکشه، زنان باردار رو میکشه و هیچ عبایی نداره از اینکه فرمان این رو بده که پهپادهاش به اقلیم کردستان حمله کنن و نظامیاش به مردم اهواز اونها رو حتی سر نماز بکشن، مردم بی سلاح رو. و امروز هم ترفند جدیدش کودک ربایی بچه هایی که حاضر نیستن سرود سلام بر فرمانده رو بخونن، به زور میخواد وارد کنه و وقتی که اونها وادار نمیشن و این شعار زن زندگی آزادی رو میدن، اونها رو حتی اونقدر میزنه که ما شاهد متاسفانه مرگشون هستیم. بنابراین وقتی که حکومت تا حالا همیشه دست به سرکوب زده و فکر میکرد که با تشدید سرکوب این بار هم میتونه مردم رو و اعتراضاتشون رو خاموش کنه، ولی خب یک زمانی بالاخره کاسه صبر مردم هم لبریز میشه. 44 ساله که ما شاهد سرکوب از یک طرف و از یک طرف وضعیت بد اقتصادی، فشار بیش از حد به همه جمعیتی که در واقع جزء انصار رژیم نیستن هستیم و خب امروز مردم ما امروز با شاهد این بودیم که در تبریز هم بسیاری به اعتصابات پیوستن، کادر پزشکی و درمان دیگه حاضر نیست اینو بپذیره که نظامیان بخوام بیان بعد بیمارستان ها هم حکومت کنن. بنابراین از یک طرف یک تصویری داریم، سرکوب بسیار وحشتناک، حتی کودک ربایی در مدارس، از یک طرف تصویر اینو داریم که مردم هر روز بیشتر به این صف میپیوندن، از دانشجو، از پیر و جوان، از زن و مرد، و اتحادشون در ایران هم بین کرد و بلوچ و ترک و فارس همه با هم در واقع پیامی رو به خامنه ای میدن که باید بشنوه وگرنه خیلی دیر میشه. خانم عظیمی، شما به مواردی از کشته شدن کودکان و تلاش برای ربایش اونها اشاره کردید. من باید اضافه بکنم که ادعای زیادی در این زمینه هست، گزارش های متعددی هست، ولی متاسفانه امکان فعالیت رسانه های مستقل رو گرفتن، اونجا اجازه نمیدن که رسانه های مستقل برن و واقعیت رو منتشر بکنن، ولی همونطور که خانم عظیمی هم اشاره کردن ادعاهای بسیار جدی و متعدد و گزارش های بسیار تکان دهنده در دست است. خانم عظیمی، جالب این هست که هم در خارج از ایران و هم در داخل ایران علارغم این که اعتراض ها هفته هاست ادامه پیدا کرده، ولی همچنان زنان رو میبینیم که در حد زیادی میداندار این اعتراض ها هستن و در خیلی از موارد هم رهبر این اعتراض ها. دقیقا، برای اینکه همیشه میگن هر چیزی ضد خودش رو ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی و در رأس اون خامنه ای بیشترین فشار رو همیشه به زنان آوردن و به هر شکل ممکن اونها رو نه فقط به پستوهای خونه تلاش کردن بکشونن، بلکه حقوق اولیه خودشون رو، حتی حق پوشش آزادانه رو از اونا گرفتن و طبیعیه که زنان به عنوان کسانی که بیشترین ستم رو تحت جمهوری اسلامی کشیدن، امروز هم بیشترین انگیزه رو دارن برای اینکه خودشون رو از این وضع راحت کنن. برای اینکه شما میدونید که این حجاب فقط یک روسری یا یک تیک پارچه نیست، بلکه یک وسیله تحقیر زنانه. نیمی از جامعه که بیشترین نقش رو در جامعه، در گسترش فرهنگ اون، تربیت بچه هاش و حتی تو زمینه های اقتصادی میتونه ایفا کنه،
و خب این زنان در طول 40 سال، نه فقط 40 سال بلکه از زمان مشروطه هم به مبارزاتشون رو در این رابطه برای برابری جنسی آغاز کردن و امروز 40 سال تجربه بسیار خوبی دارن در این زمینه و خب با سوادی که ما میدونیم زنان ایران حتی در دانشگاه هم سهمیه بیشتری دارن، به طوری که جمهوری اسلامی حتی سهمیه بندی کرد که راه به دانشگاه پیدا نکنن، ولی این زنان جوان رو با سواد و آگاه رو هیچ کس نمیتونه، حتی خامنه ای هم نمیتونه جلوشون رو بگیره و خب قطار انقلاب، قطاری که از زمان مشروطه به راه افتاده بود، الان داره میره که به هدف خودش که مدرنیته، آزادی و عدالت اجتماعی بوده برسه و کسانی که جلوش وایستادن قطعا در تاریخ فقط روسیاهی و تجربه خواهند کرد. ممنونم از فرزانه عظیمی، فعال سیاسی از وین اتریش با ما.